به دلیل سیاست‌های ضد مردمی و ناتوانی در حل بحران برق، رژیم مجبور شد روز پنجشنبه 28 تیر ادارات، بانک‌ها و دستگاه اجرایی رو در استان‌های قم، مرکزی، زنجان، کرمان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد تعطیل کنه. طبق اعتراف گرداننده شرکت تجاری انرژی فردا، ایران در حال حاضر 16000 مگاوات کسری داره و این کسری سالانه 5000 مگاوات اضافه میشه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای جاهد معدومی. سلام میکنم، خوش اومدیم به استودیو. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادیم. خب با توجه به این میزان از مصرف برق و با توجه به میزان تولیدی که اینقدر کم هست و اینقدر کسری دارن، دلیل اصلی اختلاف چی میتونه باشه؟ اول اینکه من بگم واقعا این الان کسری برق به یک بحران تبدیل شده توی ایران. عواملش هم اگه بخوایم بگیم، خب عوامل مختلفی هستش که هر کدوم به تنهایی یا ترکیب با همدیگه تأثیر خیلی بالایی توی این بحران داشته، ولی اگه بخوام به طور مختصر اینا رو دستبندی کنیم، اولین عاملی که وجود داره عدم سرمایه گذاری توی بخش برق تولید برق ایرانه. دلیلش هم اینه که انقدر این بازار برق نوسان داره و رژیم نتونسته این رو خوب مدیریت و کنترل کنه، سرمایه گذاران خارجی و داخلی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری توی این بخش ندارن. به طور معمول تولید یک مگاوات برق قیمت معادل 350000 دلار هزینه ور می‌داره. خب این چیز کمی نیست، این نیازمند یک برنامه‌ریزی خیلی طولانی مدت و حساب شده است. عامل دومی که تأثیر داره فرسودگی خود تجهیزات کارگاه تولید برق، کارخانه‌های تولید برق، تجهیزاتی که توی سیستم تولید برق و نیروگاهشون وجود داره، در واقع تولید برق که تولید برق اسمیشون خیلی پایین‌تر، تولید برقشون خیلی پایین‌تر از تولید برق اسمیه که باید داشته باشن. مثلا دستگاهی که باید 2 مگاوات، باید 5 مگاوات برق تولید بکنه، تنها 2 مگاوات برق میتونه تولید کنه ما به ازای اون مصرفی که داره. خیلی، یعنی در واقع این یکی از بحران هاست. اگر ریستر بخوایم بشیم خیلی مفصل تر از اینه. بحران سومی که وجود داره که اونم یکی از بحرانهای اساسیه که ربطی هم به همین داره، تحریم های هستش که روی ایران اعمال شده به دلیل سیاست های جنگ افروزانهی که خود رژیم داره و پروژه هستهی که دستبردار ازش نیست. این تحریم ها باعث شده که رژیم دسترسی نداشته باشه به منابع مالی خارج ایران و اینکه بتونه تجهیزات نو وارد ایران بکنه برای تولید برق. عامل چهارمی که هستش افزایش مداوم برق هست. سالانه 4000 تا 5000 مگاوات افزایش برق تو ایران وجود داره، ولی خب رژیم نتونسته ما به ازای این افزایش برق تولید برقش رو ببره بالا که معادل همدیگه باشه. پنجمین عاملش که ناتوانی خود رژیم تو مصرف همین برق تولید شده است. البته رژیم اینجا میاد و تقصیر رو گردن مردم میندازه و میگه مردم باید الگوی مصرفیشون رو عوض کنن و فشار رو تلاش میکنه روی مردم بالا ببره، ولی حقیقتش اینه که سوء مدیریت خودش توی سیستم تولید برق و توی توزیعش و توی کنترل مصرفش باعث این بحران شده. خب میبینید اینا واقعا یک بحران هایی هست که هر کدوم به تنهایی و یا تو ترکیب با همدیگه میتونه فلج بکنه تولید برق ایران رو، و بدیش هم اینه که اصلا کوتاه مدت هیچ چشم‌اندازی برای حل این بحران وجود نداره. یعنی هر چی جلوتر میریم، هر سال که میگذره این بحران رو به افزایشه توی ایران. اخبار سال قبل رو که من دنبال میکردم دقیقا راست میگه، یعنی میزان فشاری که رو جامعه هست خیلی بیشتره. حالا تبعاتش چی میشه پس اگه این روندی که ما داریم تعیین میکنیم، چه برای مردم، این زندگی خصوصی مردم و اقتصاد کشور؟ خب ما تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم که تمام زندگی ما وابسته به همین برقه.
همین الان اگه 5 ساعت برق ما اینجا قطع بشه، اصلا تمام کارمون از کار میفتیم، تمام سیستم همین استودیو خودتون از کار میفته. حالا شما فرض کنید تو کارخونه های بزرگ، توی بیمارستان ها، تو شرکت ها، تو زندگی عادی مردم، خب وقتی این قطع مداوم برق وجود داره، وقتی برای ساعاتی برق قطع میشه، هم تأثیر خیلی منفی روی خود روی مردم و زندگی مردم داره، هم فشار اقتصادی رو روی مردم و کلیت جامعه بالا میبره. روزنامه همین فکر کنم همین اخیراً یک آماری داده بود، گفته بود که صنایع فولاد ایران فقط تو 4 ماه اول امسال 8.2 میلیارد دلار خسارت داشته به دلیل همین بحران برقی که وجود داشته. خب به نظر شما آیا رژیم توانش رو داره که بخواد این بحران رو پایان بده؟ به نظر من رژیم نه توانش رو داره و نه قصدش رو داره که این بحران رو پایان بده، چون این بحران درسته یه سری عوامل تکنیکی داره و همین صحبتایی که کردیم، ولی یه عامل سیاسی هم داره، یعنی یک نیت و یک تصمیم سیاسی میخواد این کار رو انجام دادن. رژیم الان بیشترین سرمایه کشور رو داره خرج سیاست جنگ افروزی، پروژه هسته‌ای و مسائل دیگه‌ای که برای بقای خودش از جمله سرکوب قیام داره میکنه. خب اصلا همچین نیتی نداره که بخواد سرمایه گذاری خیلی کلانی بکنه برای اینکه بحران برق ایران رو حل بکنه. کما اینکه داره الان به کشورهای همسایه برق میده. بله، به کشورهای همسایه هم تازه داره برق صادر میکنه، ولی خب سهم مردم ایران از سهم مردم ایران داره این کار رو میکنه و این نیست که مازاد تولید داشته باشه و بخواد از اون مازاد تولید یه برقی صادر کنه به کشورهای دیگه. در نتیجه من فکر میکنم این بحران قابل حل نیست و فشار اون روز به روز بیشتر روی مردم میفته. چه بسا اصلا مثل فقر هدایت شده میزانی هم قصد و غرض باشه که مردم هرچی بیشتر توی زندگیشون گرفتار بمونن. خب بسیار ممنون آقای مدونی از پاسخاتون و از اینکه دعوتتون رو پذیرفتین و نظر کارشناسی دادید. من تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید و از خدمت شما مرخص میشم. درود باشم.